درگذشت تبعیدیان ایران. پای سخن شاعران، نویسندگان و کوششگران فرهنگی اجتماعی ایران که نخواستند بخشی از سکوت گورستان باشند. برنامه در رادیو مانی. تهیه و تنظیم از مانی. با گرمترین درودها به شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی، من میرزا آقا عسکری مانی، مدیر رادیو تلویزیون مانی هستم. سپاسگزارم که کلیک کردید تا این برنامه رو بشنوید. ما در 7 سال عمر رادیو مانی چیز حدود 24 تا گفتگو کردم با شاعران، نویسندگان، هنرمندان و اهل سیاست و فرهنگ که در تبعید بودند و هستند. تبعیدیانی که به ایران رفت آمد نمی کنند، با جمهوری اسلامی مخالف بودند و به همه خاطر به تبعید رانده شدند، نه داوطلبانه بلکه ناگزیر شدند. و مدتی این مثنوی تعطیل ماند یا تعطیل شد، مهلتی باید ساخون شیر شد. الان که فراغتی پیدا کرده ام از یک شاعر و نویسنده شناخته شده تبعیدی دیگر، آقای اسماعیل وفا یغمایی، دعوت کردم که ما پای سخنان این تبعیدی بنشینیم. من دیگه معرفی نمی کنم، برای اینکه این برنامه در واقع یک بیوگرافی کامل از دهان خود این شاعر و نویسنده است و شما در جریان این برنامه و یحتمل دنباله های همین برنامه با ایشان که شاید 2 یا 3 برنامه بشه، بعد شاید هم در یک برنامه تمام بشه، متوجه خواهید شد که یک زندگی از کجا آغاز شده، به کجا رسیده و در این مسیر چه فراز و فرودهایی داشته. با گرمترین درودها به شما جناب اسماعیل وفا یغمایی گرامی، شاعر و نویسنده و مبارز سیاسی و یک انسان فرهنگی. من نخستین پرسشم از شما اینه، پرسش های من خیلی کوتاه و فقط این شمایی که بیشتر حرف خواهید زد. شما در کجای ایران متولد شدید؟ چه سالی؟ در چه خانواده‌ای؟ در چه فضای فرهنگی؟ و چند سال طول کشید تا دارای یک روش یا منش سیاسی شدین و بعد وارد میدان سیاست شدین؟ ما در خدمت شما. درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان گرامی که این برنامه رو میشنوند و میبینند. من اسماعیل وفا یغمایی 65 سال قبل در دشت کویر، یعنی ایران 2 تا کویر داره، یکی کویر نمک هست که بین سمنان و خراسان و یزد و اصفهان هست و یک کویر لوته که همون بین کرمان و بلوچستان. من در دشت کویر متولد شدم که اسم جغرافیاییش هست منطقه جندق و بیابانک یا خور و بیابانک. این منطقه، اسم کویر که ما میشنویم فکر میکنیم که هیچی توش نیست، برهوته، ولی کویر هم زیبایی های جغرافیایی خودش رو داره و هم زیبایی های فرهنگی. این زمینه حدود 30-40 تا روستای ریز و درشت توش هست. اون موقعی که من اون طرف ها بودم 30-40 سال قبل، بزرگترین شهرش که خور یا خورشید شهر بود که مرکز خور بیابانک بود، 6000 نفر جمعیت داشت و روستاهایی داشت مثل تاراباد که 4 نفر جمعیت داشت. کوهپایه‌ای داشت که هواش خنک بود ولی در دشت هوا بسیار گرم بود. مردمی که 2000-3000 سال اینجا زیسته بودند، قلعه روستای پدری خود من گرمه مال عصر هخامنشیان بود که همچنان پابرجاست و الان یک محل توریستی شده و چشمه آبش یا
بیش از 25 قرن بود که از یک کوه کوچک این روستای 500 نفری بسیار زیبا رو که بین یک کوه و بر لبه یک پرتگاه که خانه ساخته شده بود و میون این نخلستون بود آبیاری میکرد. این فضای جغرافیاییه که زیاد میشه صحبت کرد، ولی منطقه خور بیابانک به دلیل سنت‌های فرهنگی به خصوص وجود ابوالحسن یغما جندقی، شاعر خلاصه مهاجم و هجر سرا و ضد ارتجاع و ملای عصر قاجاریه، یک سنت فرهنگی در اون بنیانگذاری شده که ادامه پیدا کرده با فرزندان یغما، هنر اول، یغمای دوم، فرمان دوم، اسماعیل هنر دوم، همینطور تا روزگار من. من خودم هم از طرف پدر و هم از طرف مادر در حقیقت از نوادگان یغما هستم. نواده یغما، ابوالحسن یغما و همسرش سرجان خاتون، و در حقیقت پشت هفتمون هستم. در این منطقه تعداد زیادی شاعران محلی ما داریم، حافظ سنت‌های ادبی، و تعدادی شاعرانی که نامونشانشون از مرز این کویر عبور کرده، مثلا استاد حبیب یغمایی، مدیر مجله یغما که 40 سال مجله سنگین و ادبی یغما رو با کمک امثال ملک الشعرا، استاد همایی، فروزانفر، سعیدی سیرجانی، ایرج افشار و اینها منتشر میکرد و سال 57 آخرین شمارش منتشر شد و جلوش گرفته شد. و این استاد که از بنیانگذاران کتاب‌های درسی ایران بود، ما شعرهای زاغک غالب پنیری دید رو بیاد داریم و در این کشور کسی خدمتگزار است که دهقان است یا آموزگار است، یا استاد اقبال یغمایی، مترجم زبردست، برادر حبیب، که یک چهره فرهنگی عمومی در ایران بود و سفرنامه شاردن رو 50 سال قبل از زبان فرانسه ترجمه کرده بود، و نیز کسان دیگه مثل استاد حکمت یغمایی، مرتضی هنری که باستانشناس ورزیده‌ای بود. چهره‌های فرهنگی توی منطقه واقعا زیاده و شاعرانی که محلی بودند ولی بسیار توانمند، مثل استاد طغرا یغمایی، آقای شایگان، نوبخت نقوی و خیلی های دیگه. این سنت فرهنگی شما اگه تشریف ببرید اون منطقه تعجب خواهید کرد که این دشت کویر رو از زبان بسیار نیرومند، از فرهنگ بسیار زیبا برخوردار کرده. از حرف زدن مردم تعجب میکنید، حتی از صحبت زنان بیسواد خانداری که با انواع شعرها و ضرب المثلها و شعر حافظ سعدی ها میخونید. من توش این منطقه به دنیا اومدم. تو این منطقه در حقیقت فامیل ما از اون 6-7 فامیلی بود که جزو بزرگان این منطقه بودن. چند تا فامیل بود: یغمایی، شمسایی، ثقفی، سپهری، هنری و چند تا فامیل دیگه که اینها یک سابقه چند صد ساله در این سرزمین داشتن، پدر در پدر، و زیسته بودن و خرد مالک هایی بودن با یک نوع اخلاق در حقیقت فئودالی، ولی یک نوع فئودالیسم خیلی تلطیف شده ای که فاصلش با کشاورزان بسیار کم بود. با هم دیگه ازدواج میکردن، به سراغ هم دیگه میرفتن، هیچ خلاصه آداب و ترتیبی نبود. من در چنین منطقه‌ای به دنیا آمدم و دوره کودکی خودم رو در همین منطقه گذروندم و بعدش با پدر خودم که اون موقع در اداره آمار و ثبت احوال مشغول به کار بود، در حقیقت راهی سفرهای زیادی در ایران شدم. پدر من هر چند سباهی در جایی مشغول به کار بود، گاه سیستان، گاه بلوچستان، گاه ترکمن صحرا، گاه یزد، گاه سمنان، و تو این فضا بود که در حقیقت من با گوشه و کنار سرزمین خودم آشنا شدم. یکی از شانس‌های من به سر بردن در استان بلوچستان و سیستان بود. یعنی در بلوچستان و سیستان در فاصله سالهای 5 سالگی تا 12 سالگی با مردم بلوچ و خلق و خوی اونها، و 12 سالگی ما اومدم به یزد. پدرم خودش رو بازنشسته کرد و رفت به دنبال کار کشاورزی
و در یزد باز یکی از شانس‌های دیگه ای من این بود که من در مدرسه زرتشتیان تحصیل می‌کردم و یه مقدار زیادی با خلق و خوی زرتشتیان و فرهنگ پاکیزه زرتشتی و دبیرانی که زرتشتی بودن در مدرسه مارکار که یک ایرانی هندی ایرانی تباری بود که کارهای بسیار زیادی کرده در ایران، تعداد زیادی پرورشگاه و مدرسه و دبستان و دبیرستان و شمالزی ساخته. و بعد در اینجا تحصیل کردم، کلاس دهم بودم که به دلیل درگیری با معلم عربی این شانس آوردم که برم به خور و بیابانک و دو سال کلاس دهم و یازدهم رو در این منطقه بگذرونم. و اینجا بود که من چون دو سال من زود رفته بودم مدرسه، پدرم به خاطر این کارمند آمار بود شناسنامه منو طوری تنظیم کرد که من بتونم تو 4 سالگی برم کلاس اول و بعد کلاس ششم که بودم دوباره شناسنامه رو درست کرد. وقتی که رفتم من به خور بیابانک حدود 14-15 سالم بود، کلاس دهم بودم، دهم ادبی. و این دو سال اولش غمگین بودم که یه مرتبه از یزد و خانواده‌ای که 13 تا ما خواهر و برادر بودیم، یعنی خانواده بسیار پرجمعیت، 7 خواهر و 5 تا برادر، کنده شدم و رفتم اونجا. ولی اندک زمانی نگذشت که چنان من با این فرهنگ و فضا خو گرفتم، جلسات ادبی، شب‌های شعر تو این بخشی که 6000 نفر جمعیت داشت، آشنایی با کسانی مثل طغرای یغمایی، مثل نوبخت نقوی، و نخستین شعر رو من تو حدود 13-14 سالم بود که سرودم. اونم به دلیل یک عشق بسیار آتشین و زودرس بود تو اون سن و سال که هنوز چند بیتی یادمه: غم برافروخت لهیبش به در خانه دل، شمع غم سوخت خدایا من و پروانه دل، لرزه افتاده ز اندوه به جان و تن من الی آخر. اونجا سنت غزل سرایی بود، به شاعران خیلی احترام می‌ذاشتن مردم و من هم آغاز کارم با غزل سرایی شروع شد. دو سالی در این منطقه من موندم و بعد برای گرفتن دیپلم دوباره برگشتم به یزد، چون ماجرای اون دبیری که من باش درگیر شده بودم و کار به خودکاری کشیده بود پایان یافته بود. و من پس از گرفتن دیپلم به دلیل علاقی که به کار نظامی داشتم و اینها، نخست رفتم رشته خلبانی برای به اصطلاح خلبانی هواپیمای فانتوم که اون موقع خیلی توی بورس بود. ولی پدر من از کار منصرف کرد. اندک زمانی پس از اینکه وارد شدم اومد تهران و گفت که بیا بیرون و نرو تو این رشته. و خیلی ساده به من گفت که اولش من قبول نمی کردم چون تعهد داده بودم. گفت من پول تعهد تو رو میدم ولی بیا بیرون، چون ایران درگیره با کشورهایی مثل زوفار و اینجاها، تو پس فردا مجبوری پس از پایان کارت بری بمب‌های هواپیما تو رو سر کسانی بریزی که مثل شیرعلی بشیر و حاجی بشیر کشاورزان ما حتی کفش به پاشون نیست. و من اومدم بیرون و چون فاصله افتاده بود بینه، چون چندی رشته من قبول شده بودم، اون موقع رشته ها 10 رشته‌ای بود، مثلا رشته ادبی از حقوق قضایی سیاسی و باستانشناسی شروع می شد می اومد تا پایین رشته ادبی. من بین رشته هایی که باقی مونده بود رفتم دانشکده الهیات. من به این دلیلی که لیسانس الهیات رو در فقه و مبانی حقوق اسلامی بگیرم و برم برای ادامه فوق لیسانس به اصطلاح رشته حقوق قضایی. ولی سرنوشت یک خلاصه چیز دیگری رقم زده بود. من واقعیت اینه که من نه ضد شاه بودم، نه در خانواده ما کسی ضد شاه بود. خانواده بود فرهنگی با سنت‌های بسیار کهن، با احترام گذاشتن به کسانی مثل مصدق. پدر من به رضا شاه خیلی احترام می‌ذاشت. اون زمان رضا شاه سربازی رفته بود و دیده بودش از نزدیک و تعریف می‌کرد که ایران قبل از رضا شاه چه بود و بعد از اون چه شد. به طور عاطفی از نظر مذهبی منطقه خور بیابانک مردمش بسیار بسیار مذهبی و لیبرال هستند و به دلیل علایقی که برخی از بزرگان به شیخ احمد احسایی، رئیس به اصطلاح گروه شیخی و از بنیانگذاران بابیه داشتند، گرایششون بیشتر
به شیخی مسلکی بود و به همین دلیل بسیار سحرگیر بودن. مراسم مذهبی رو انجام میدادن ولی واقعا آدم تعجب میکرد از این سهلنگاری و راحتی که مردم داشتن با هم دیگه، به طوری که حتی در روستای در بخش خور ماه محرم 3-4 تن فروشی که وجود داشتن مجلسی روزخانی را مینداختن و مردم میرفتن اونجا در روزشون شرکت میکردن و احترام میداشتن. برحال من موقعی بودم دانشگاه، سالها بعد که فکر کردم به چه دلیلی من جذب سیاست شدم، مسئله هویت بود. ما اومده بودیم تو دانشکده، من موقع دانشگاه اومدم سال 50 18-19 سالم بود و فضای خلاصه سازمان‌های سیاسی بود که شروع کرده بودن، سازمان فدایی‌ها، سازمان مجاهدین، می‌دونم حزب توده طرفدارای داشت اونجا. سال اول دوم من توجهی نکردم به دلیل کار شعر و اینکه چند تا شعر من توی آمفی‌تئاتر دانشگاه خونده بودم، چون تو این طول 3-4 سال شعر من رسید به یه نقطه تقریبا قابل قبولی، از اون قالب قدیمی در اومده بود و رسیده بود به نقطه‌ای که من چارپارای خلاصه نیرومندی میگفتم، یه کتاب کوچکی به اسم طلوع منتشر کرده بودم در یزد. این بچه‌های سیاسی حساس شدن و خلاصه به خاطر یکی دو تا شعری که عنصر اعتراض توش بود، مثلا یه شعر بود به اسم طوفان که آن دورها میان بیابانها که از ماورای دشت افق پیداست گردید پرید گشت و به ناگهان، خلاصه با غرشی عجیب زجا برخواست و این طوفان بلند میشه و فریاد میکشه که من دست انتقام خداوندم نمیدونم از بحر ظلمهای توی انسان و اینا. حساسشون کرد اومدن سراغ من جذب کن، من رد کردم. پس از مدتی که با هم کوهنوردی میرفت و میمنور گفتم من اهل این کارا نیستم، اومدم لیسانسون بگیرم و برگردم برم دنبال عشقم و رئیس فرهنگ همون منطقه بشم و در اون دشتی که بسیار دوست داشتم، واقعا آسمونی که شبا زیر ستاره شکم میداد، اون نخلستونهای زیبا، اون مردم باصفایی که در نداشت خونه هاشون، شما تا ساعت 10 شب هر خونه ای رو میتونستی وارد بشی همونجا غذا بخوری، فقط صاحب خونه وقتی میخواست بخوابه یک چوب رو میذاشت جلوی در خونه، یعنی حتی در نداشتن، جلوی راه رو که یعنی ما خوابیدیم. ولی مسئله پیدا کردن هویت بسیار مهم بود، آدم میخواست کسی باشه، سری در میان سرها در بیاره. به خصوص که من یک مسئله فلسفی از 13-14 سالگی تو ذهنم بود، اونم مسئله مرگ بود. یعنی به شدت اینو احساس میکردم، همونطوری که با شدت زیبایی و عشق رو احساس میکردم، میگفتم یه روزی که ما باید بریم، پس باید یه کاری کرد. این کار رو قبلش من میخواستم تو خدمت به مردم و برگشتن به منطقه و ساختن مدرسه و کمک گرفتن از فامیلی که اونجا خیلی امکانات داشتن انجام بدم، ولی این تبدیل شد به کشیده شدن به یک سازمان سیاسی، چون من مذهبی اصلا نبودم، خداپرست و آزاد بودم، جهان رو دارای روحی واحد و مشترک میدونستم. هنوزم من به این معتقدم بدونی که مذهبی باشم، معتقدم اسم نباید گذاشت، ولی ما در یک هارمونی عظیم زندگی میکنیم که فقط باید اینو فهمید بدون هیچ تعهدی که من اسمش چیه خدا چیست. و دلم میخواد اینو براتون بگم که من یه شبی داشتم میرفتم به دیدار پدرم پیاده، 7 فرسخ بود، پنجشنبه شب من راه میافتادم شب برای اینکه کبیر خنکه، برای اینکه پدرم رو ببینم که مشغول کشاورزی بود که از 52-53 سالگی خودش بازنشسته کرد و تا 96-97 سالگی زیست در اونجا و مشغول کشاورزی بود و با مردم اونجا. من یه شب داشتم میرفتم با یک کوله باری و یک قمقمه آبی نیمه شب. شما تو کویر خیلی احساس فردیتتون گل میکنه، چون فقط دشت مسطح در دوردستا، کوه بالای سر، آسمانی که زیر ستاره ها شکم داده و فقط تنها موجود مستوی القامت شمایی تو بادی که از کنار گوشتون میوزه. یعنی آدم خیلی مهمه تو کویر، برخلاف جنگل که گم میشه تو درخت ها. تو این فضا بود که یه نصف شب از خط و رأس و فوق یک ماه عظیمی برآمد که من هول ورم داشت. یعنی ماه کویر رو باید ببینید شما که زرد رنگ کم کم لرزان اومد بالا و من یه مرتبه خودم رو با یک
خلاصه چیز عجیب رو برو دیدم و احساس خلاصه عارفانه و معنوی عجیبی منو در خود گرفت. این حالت تو من حفظ شد، یعنی مذهب من بیشتر طبیعت بود. اینجا که اومدم اینا خواستن که ما بیام تو وادی سیاست و اینا، هوادارهای مجاهدین که وصل بودن به سازمان مجاهدین، سال حالا 52 هستیم. رد کردم، از من خواستن که سرانجام حالا که تو نمیخوای بیایی اقلا چند تا سرود برای سازمان مجاهدین بگو، چون به اصطلاح بزرگانشون رو تیربارون کردم و یه کمی صحبت کردم و متاثر شدم و دو تا سرود من برای اینه نوشتم. یکی سرود چهار خرداده که به خاطر تیرباران محمد حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان، و یکی هم سرود بود اسم جهاد. فلق دوباره رنگ خون گرفت، به سر حجابی لالگون گرفت، افق درید از ضربه های نور، سیاهی شب را زبون گرفت، به گوش من رسد به دور غریب پاک مجاهدان، به پای خیز بهر رز کنون توی خلق قهرمان. حالا من از اون نه خودم مسلمونم نه اعتقادی به جهاد دارم، ولی این سروده رو گفتم و اینا ول نکردن و بالاخره 6-7 ماه بعد من پذیرفتم که وارد بشم به این گروه که شاخه‌ای بود از گروه ولعصر به نام ولعصر، و این گروه ولعصر توسط یکی از مجاهدین وصل بود سازمان مجاهدین. ما مشغول فعالیت شدیم، پخش کتاب، مسافرت به شهرستان‌ها، درگیری با گارد دانشگاه، آتش زدن گارد دانشگاه و خلاصه کارهای مختلف و بلند کردن و روبودن دستگاه فوتوکپی استنسل. اون بالا داشتن مسلح می شدن و اصل رفته بودن سلاح خریده بودن، بچه هایی که همه شون زمان خمینی تیربارون شدن، هادی کامدان، علی صبوری، اینا از بالاترین ها بودن. اون تا تو این فضا، فضایی که ما شروع کردیم به نماز خوندن برای اولین بار، تا قبل از اون فقط شبای امتحان نمازی میخوندیم که قبول بشیم، بعدش هم که امتحان تموم میشد دیگه نمیخوندیم. ولی این دفعه به طور جدی شروع کردیم، حالا بدون این که اصلا بفهمیم اسلام چی هست، چی میگه، این الله چه جور موجودیه، یعنی در حیطه جاذبه و مدار جاذبه همه چی رو پذیرفتیم و رفتیم جلو. اون تا بدشانسی که آوردیم بود درست در همین مقطع سازمان مجاهدین در حقیقت توش یک تحولی رخ داد که اسمش رو میذارن کودتا، من میذارم تحول ایدئولوژیک، برای اینکه به نظر من آبستن بود. تغییر شهرام در حقیقت ایدئولوژی بخشی رو عوض کرد، یکی دو نفر رو هم کشت، سمید لباف، و در حقیقت سازمان ضربه خورد و ما لو رفتیم تو این کشاکش تغییر ایدئولوژی. من فکر میکردم ما 7 نفریم، ولی 90 نفر از گروه ولعصر دستگیر شدند در سبزوار، در قوچان، در مشهد و شهرهای مختلف خراسان. و گروه ما در حقیقت من آخرین نفراتی بودیم که دستگیر شدیم. قبل از من ما بچه های گروه مونم اسامیشون یادم، حسن رحیمی زمان خمینی تیربارون شد، بعد اصغر فقیهی بود دستگیر شد بعد اعدام شد، و جواد هاشمی بود دستگیر شد زمان خمینی اعدام شد، ما هممون دستگیر شدیم. من و اصغر فقیهی آخرین نفرات بودیم، بردن اون ساواک. 2 روز ما شلاق میخوردیم و مشت و لگد و کتک، و بعد از 2 روز متوقف شد. و ما رو بردن خلاصه به سلول و دوره سلول کشی شروع شد. دکتر رو بردن، دستپامونو بستن. وقتی که ساواک اینجوری بود، یعنی تا موقع اطلاعات میخواست میزد، بدترینش هم شلاق بود، یعنی اون چیزی که تحمل رو به پایان میبرد شلاق بود و به اصطلاح یه مقداری سوزاندن با فندک و اینا. ولی بعد بردن سلول، یه مای سلول بودیم، بعد دادگاه اول، بعد دادگاه دوم،
و بعد بردن اون بند 5 میان زندانیان عادی و از بند 5 به بند 1 سیاسی زندان وکیل‌آباد مشهد و دوران زندان من شروع شد. من دادگاه اول 6 سال محکوم شدم. رئیس دادگاه سرهنگی بود آذری به اسم سرهنگ آغلر. ما وکیل داشتیم، یعنی وکیل مجانی برای ما گرفته بودند و از ما دفاع میکرد تو اونجا، حالا سوری بود یا غیر سوری نمیدونم. ولی دادگاه دوم دادگاه من شد 2 سال و من رفتم و مشغول کشیدن زندان شدم. سالهای 54، 55 و تا اواخر 56 رو من در زندان بودم. از اواخر 56 من آزاد شدم و اومدم و دوباره مشغول ادامه تحصیلات شدم و تو این حال هوا من لیسانسمو گرفتم که انقلاب در حقیقت زبانهاش تحولی که اسمش انقلاب گذاشتن شروع شد. همینجا بگم اواخر سال 56 3-4 ماه بود که از زندان من آزاد شده بودم با یکی از دانشجویان دختر دانشکده علوم آشنا شدم توسط یکی از دوستان و این آشنایی کشید به علاقه عاطفی و عشق و حدود 7-8 ماه بعد ما با هم در 7 تیر سال 1157 چند ماهی قبل از انقلاب ازدواج کردیم در خونه پدرش. در دوره انقلاب من حسابی فعال بودم با بچه های دانشجو و کسایی که از زندان آزاد شده بودن. تو مشهد من تو جمعه سیاه، چهارشنبه سیاه مشهد بودم، تو کشتاری که شد کنار من چند نفر به خاک افتادن. 17 شهریور من تو میدون ژاله بودم با تعدادی از دوستان، من جمله 2 نفر از کسانی که بعد پیوستن به رژیم از فرماندهان بالای رژیم و شخصیت ها شدن، محمد منتظر قائم و برادرش که یکشون تو جریان اون تبس موقعی که آمریکا حمله کرد یه چیزی منفجر شد کشته شد و حسن منزقام هم تو روزنامه اطلاعات کار میکرد، ماشینش افتاد دره. اینا بچه های شجاعی بودن چون قبل از انقلاب صف بندی نبود، همه با هم بودیم، ولی چون خمینی اومد شاخه شاخه شدیم. یه عده شدن تو سپاه، یه عده رفتن با مجاهدین، یه عده رفتن با دکتر پیمان و اینطوری در حقیقت ما وارد این مرحله دیگه شدیم. من یادم میاد که یه شب در خونه ما رو زدن، یه 3-4 روزی قبل از 22 بهمن بود و یکی از این بچه های قدیمی و شناخته شده سازمان به اسم آقای قاسم باقرزاده که بعد 12 اردیبهشت سال 61 تو هم به رژیم کشته شد، اومد پشت در خودش معرفی کرد و گفت که سازمان گفته بیا تهران. من رفتم برم تهران. درست من صبح روزی رسیدم که دیگه در حقیقت 22 بهمن من به راننده اتوبوس گفتم نگه داری، پیاده شدم، میخواستم پیاده را برم ببینم تهران چه خبره. فضای شگفتی، بچه های فدایی، بچه های مجاهد، هوادارانشون تو سنگرا صف کشیده بودن، سیگار میکشیدن، چای میخوردن، گپ زنان و روبوسی کنان و حالا فکر میکردیم که یک دوره جدیدی آغاز شده و یک جهان نوی آغاز شده. من اومدم دانشگاه تهران و اونجا دوستانی رو که در زندان با هم بودیم از مسئولین سازمان مجاهدین مثل آقای سیدی کاشانی، احمد عنیف نژاد، مهدی ابریشمچی، محمد سعادت دربندی، اینا بهتون میگم زندان مشهد زندان خیلی پرباری بود، یعنی هم شماری از بالاترین اعضای سازمان مجاهدین اونجا بودن، هم شماری از آخوندهای گردن کلوف مثل عسکرالادی، مثل عبدالکریم هاشمی نژاد، مثل واعظ طبسی و هم تعدادی از اعضای برجسته حزب توده، شاید برجسته ترین ها مثل آقای ابوتراب باقرزاده، رضا شلتوکی، اسماعیل زلغت، اینا ستا هر سه شونو رژیم ناجوان مردانه کشت و موقعی من رفتم به زندان حدود 30 سال بود که اینا زندان میکشیدن. یادم نمیره که این آقای شلتوکی که مترجم چیره دستی هم بود و آثار ماکسیم گورکی رو ترجمه کرده، آقای باقرزاده هم همینطور خیلی از کتاب های گورکی رو ترجمه کردن، اینا دعوت میکردن تو زندان کمون های مختلف برای آشنایی. از من پرسید تو چقدر محکوم شدی؟ گفتم که 2 سال. گفت چیزی نیست جوان، میگذره زود.
گفتم شما چقدر محکوم شدید؟ گفت تو چند سالته؟ گفتم من متولد 32. و همون سال من اومدم زندان. یعنی از لحظه تولد من این مرد رضا شلتکی تو زندان بود. بسیار مرد شریف و بزرگی. یعنی یک چیزی من بارها گفتم که مثلا طوری شده که خشکتر رو بسوزونم. آقا حزب توده خیانت کرد. حزب توده آره کارایی کرد، ضعفایی نشون داد، ولی حزب توده همه حزب توده که خائن نبود. من سوالم اینه که 30 سال چطوری رضا شلتوکی در زندان مشهد مقاومت کرد و زندان‌های مختلف به چه با چه آرمانی؟ یا ابوتراب باقرزاده یا اسماعیل ذوالقعد که آسماتیک بود و اینا وایسادن تا آزادی و میتونستن آزاد بشن. این دوره من ازش عبور کردم، ولی هم نفسی با تعدادی از بچه های چریک های فدایی، بچه های حزب توده، سازمان مجاهدین و آخوندها، یک تجربه سنگین و گران و ارزشمندی بود در آغاز عمر من. و همینجا بگم که من دچار تناقض بودم از آغاز عمرم در رابطه مسائل فلسفی. یه دوره تو زندان تصمیم گرفتم به این تناقض پایان بدم و اگر که قرار من عوض بشم همینجا عوض بشم. با یکی از بچه های فدایی به اسم محمد امینی، شاعر بسیار توانایی بود، شمالی بود، اهل لاهیجان، یک کتابی هم داره به اسم مشت درفش. در سال 63 خودش رو دریای خزر خفه کرد. مهندس کشاورزی بود. یه 2-3 ماهی من رفتم و از این مارسیسم آموختم. خیلی خوب و دقیق از متدین دیالکتیک شروع کرد، بعد تاریخ رو تحلیل کرد، بعد اقتصاد سیاسی و بعد رسیدیم به مبارزه مسلحانه و اینا. من تو تمام چیزها دقیقاً پذیرفتم. جایی که من با او اختلاف پیدا کردم و دوستانه جدا شدیم همین که جهان بر اثر تصادف به وجود اومده و اینو هیچ وقت نتونستم هضمش بکنم. بدون اینکه دنبال خدا باشم، بدون اینکه نمیدونم از الله بترسم اینا، و با محمد گفتم که خلاصه من نمیتونم اینو بپذیرم. و بهش گفتم اگه من اینو بپذیرم مثلا نمیدونم چرا دارم تنها میشم از نظر فلسفی و نمیدونم چرا دارم میجنگم تو جهانی که بر اساس تضادها وجود اومده. اون بعد به شوخی بهش گفتم که چرا ما نمیریم بیرون از زندان تعهد بدیم ساواک. به من گفت ببین اسماعیل، دست تو نیست. گفت الان من نمیتونم توضیح بدم، این جبرهای تاریخ و جامعه است که تو رو نمیذاره بری تعهد بدی، نه خدا. برحال شعرهای بسیار زیبا این داشت. یه شعری داشت که من بعدها تبدیل به تراره کردیم تو سازمان مجاهدین، مرگ دانه در میان خاک، قصه تولد نهال ساقی گستری است، ساقه اگرچه میزند به کوه، لاله میدم از زدامنه، لاله میدم از زدامنه، بر بلندی غرور ما تازیانه گو بتاز، تازیانه گو بتاز، ما از تازیانه تان زیان نمی کنیم، بر بلندی غرور ما با گلوله گو ببار، با گلوله گو ببار، ما از بارش گلوله تان زیان نمی کنیم، مشت 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 تان بسا زبان خلق را که کشت، جنگ 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 دست ما و ماشه تفنگ، خلق بره بهاره ایست، رشد اگر کند شود پلنگ، وین حال کینه آبت جنگلی. حقیقی شادم نیست، یکی از شعرهای بسیار زیبای اون بود. برحال این آموزش ها رو من دیدم و اومدم از زندون بیرون و همطوری گفتم اومدم، حالا مسائل زیاد، بازگشت به خانه و اون خوشحالی خانواده، عاشق شدن، ازدواج کردن، ولی درست 23/4 بهمن بود که من در حقیقت به طور عملی وارد سازمان مجاهدین شدم. اون موقع اون ستاد بازرسی شاهنشاهی رو گرفته بودن و معلوم نبود کی به کیه. خب مجاهدین دم ستادشون عکس خمینی رو به عنوان مجاهد اعظم آویزون کرده بودن با طالقانی و شریعتی. اندک زمانی بعد از اونجا رفتن به ستاد بنیاد پهلوی که قبلا مقر آقای شجاع‌الدین شفا بود و یک بار من این بزرگ مرد رو، اینو تأکید میکنم، مرد بزرگ رو در موقعی که دبیرستان بودم دیده بودم،
چون شنیده بودم از یکی از فامیلام که این کتاب میتونم ازش بگیرم، نامه‌ای بهش نوشتم که من علاقه‌مندم کتاب بخونم و اینها، جواب نداد. بعد یه نامه سفارشی دیگه نوشتم، نشون شما به شهرستانی توجه نمی‌کنید، که چند بعد یه نامه اومد که شما اگر به تهران اومدید همین نامه رو بردارید و بیایید دم بنیاد. و من رفتم چندی بعد و اونجا نامه رو نشون دادم، منو بردن به اتاقش که طبقه اول بود و پذیرایی کرد. یه نفر صدا داد گفت اینو ببر تو زیر زمین، هر چی که کتاب خواست براش بذار تو صندوق. من یادمه که اون موقع دو سه صندوق، شاید 30-40 کیلو کتاب من برداشتم. کمدی الهی دانته رو برداشتم، نمیدونم آثار لامارتن و همه هم جلدای تلاقی شده که زیر نظر استاد شفا به اصطلاح ترجمه شده بود و اینا رو گذاشتم توی کامیون ماشین و پول کرایه رو هم دادن و ما کتابا رو برشیم بردیم خونه یکی از آقام. وقتی من رفتم تو ستاد بنیاد طبقه اول تو اتاق استاد شفا، خیلی متاثر شدم. میز همون میز بود، هنوز عینکش رو میز بود، اینا ریخته بود مملکت به هم، ولی خب تأثیری زودگذر بود که با هم به اصطلاح مجاهد نوجوان و رژیم سلطنت میگه بده و باد بره بدون اینکه توجه داشته باشیم که چه خبره. کار من تو سازمان مجاهدین، من تو زندان 7-8-10 تا سرود دیگه برای مجاهدین ساختم، سرودایی که همش در فاصله سال 58 تا آغاز 59 ضبط شد. یکی از این سرودها سرود ایران زمین بود که اصلش ساخته شده استاد مرتضی حنانه بود که آید از کاخ شاهنشهان نغمه صلح عالم به گوش، اینطوری شروع میشد. من اینو تو زندان عوض کردم، آید از ملک ایران زمین قرش خلق ایران به گوش، بر تن و جان اهریمنان لرزه افتاده از این سروش، وقتی از ستمگران تیره هر کرانه شد، اون گفته بود روشن از شهنشهان، روشن از شهان ما چهره زمانه شد، من کردمش روشن از مجاهدین چهره زمانه شد، قلب تیرگی درید اختر مجاهدین الی آخر، فریاد انتقام خر ناقوس مرگ دشمنان. هنان بعدها من شانس اینو داشتم این بزرگ مرد رو که از چهره های جهانی موسیقی بود ببینم و یکی دوتا سرود، سرود میهن شهیدان و استاد ساخت که من گفت که بلا برای چی سرود من عوض کردی؟ گفت من این سرود برای شاهان ایران ساخته بودم، تو عوضش کردی فلان. به هر حال من شروع کردم به کار. این دوره دوره‌ای بود که منو با خیلی از این بزرگان دنیای موسیقی و اخلاق و رفتارشون آشنا کرد، مثلا با استاد تجویدی که این سرود 4 خرداده که من قبلا ساخته بودم، آقای تجویدی اینو آرانژمان کرد و خلاصه آهنگ گذاشت روش، تغییر داد آهنگش رو و با ارکستر بسیار بسیار زیبا اجرا کرد. و با مثلا استاد حنانه به سراغ ما، به سراغ همه موزیسین های بزرگ رفتیم و همه شون با روی باز استقبال کردن. همینجا بگم که بسیار این قشر، این افراد انسان های شریفی بودن. من یادمه که این مسئول بخش سرود میخواست به بعضیاشون پول بده، یکی خیلی هم فقیران زندگی میگرد چون موقعشون قطع کرده بودن به خاطر شروع انقلاب، یکیشون بود که سرودی ساخت به اسم مجاهد، موقعی که پاکت پول 6-7 هزار تومان که پول زیادی بود به خاطر آهنگ بهش دادن، به آقای سیدی کاشانی گفت که آقای کاشانی ما یک کارم نمیتونیم برای بچهای مملکتمون هدیه بدیم، و نگرفت. و آقای کامبیز روشنروان و با آقای فریدون ناصری استاد بزرگ سازهای کوبی 3 سال تمام من شب و روز در حقیقت تو بخش سرود با ترانه ساختن و نیز با موزیسین های بزرگ مملکتمون دمساز بودم. و تو این دوره بعضی کارها مثل سرود زحمتکشان که توسط کامبیز روشنروان اجرا شد و واقعا یه کار عظیمیه، تاریخ بتاز بتاز بر قله سهرگهان، شب را بسوز 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 خونشالی ستمکشان، یه سرود کارگریه که تعجب همه رو برانگیخت. یا سرود آزادی که استاد ناصری ای آزادی در راه تو بگذشتم از زندان، این همون سرود کارمینا بورانای کارورف بود که ما برداشتیم روی آهنگش سرود آزادی رو سوار کردیم. و چون در ایران بعضی سازها وجود نداشت، آقای استاد فریدون ناصری
این همون آهنگ اصلی رو با هوشیاری تمام میکس کرد و ما روی اون گروه کور 70 نفره اینو خوندنش. و این در این دوره من توی نشریه پیام خلق نیز می نوشتم، بعد تو نشریه مجاهد، و یادم اولین تهدیدی که علیه من شروع شد توسط رژیم شعری بود که من علیه سرکوب کردها با اسم خودم تو نشریه مجاهد منتشر شد، اولین شعری بود که با اسم خودم منتشر می شد، که اینا تهدید شروع کردن، اومدن خونه ما نامه پرت کردن، گفتن منفجر می کنیم. و در حقیقت از همون اواسط سال 59 من حواسم جمع بود که ممکنه در خطر باشیم و فهمیدم که اوضاع اینطوری نیست که ما فکر میکنیم. من واقعا به خمینی هیچ وقت اعتقاد نداشتم در زندگیم، هیچ وقت به آخوند اعتقاد نداشتم، ولی به خاطر اینکه اومده بود احترام میذاشتم. یادمه که روزی که بالکلی از بین رفت، روزی بود که تظاهراتی بود جلو دادگستری به خاطر دستگیری سعادتی، محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین به جرم جاسوسی. موقعی رفتم اونجا دیدم یه مرتبه این پاسدارا اینا رگبار هوایی و بعدش هم بستن تو جوب آب، این تیکای سیمان کنده شد. من هم وا رفتم، تظاهرات ول کردم، رفته بودم گزارش تهیه بکنم با حال زار، چون فکر نمی کردم که این رگبارهایی که تو میدون جاله سینه رو سینه مردم شکافت و تو اون چهارشنبه سیاه مشهد کنار من مغز افراد متلاشی کرد، من جمله مغز یه نفر که هنوز اسمش نیادم، اسمش بود انبرانی، که این تو کیوسک تلفن بود، سر نداشت، گوله تیربار خورده بود تو سرش، که بعدها ما جمع جورش کردیم رفتیم انبران و در مجلس اعضا شرکت کردیم. فکر میادم تموم شد، دیدم نه شروع شد. من اومدم تو خیابون حنیف نژاد اون موقع، الان نمیدونم اسمش چیه، پشت مثل باغ ملی یا اون شاپور، اینجا یک خونه بود، من دو تا اتاق با همسرم داشتم، دیدم دم یه نونوایی مردم صف کشتن برای نون. من یه مرتبه رفتم وسط خیابون گفتم مرگ بر خمینی و پارو گذاشتم به فرار. حقیقت اینجا وداع من بود با بالکل این جماعت، و این ادامه پیدا کرد تا یک مرتبه 30 خرداد رسید. اصلا قرار شروع مبارزه مسلحانه اقلا ما خبر نداشتیم بالا چی کار میکنن. یک سازمانی علنی با 10,000 نیروی علنی، واقعا نیروی عظیمی جذب کرده بودن تو این 3 سال، همه علنی، تو دانشگاه علنی، تو دبیرستان علنی، تو دانشسرها علنی، یه مرتبه 30 خرداد رسید و من تو یک بخش سرود و ترانه کار میکردم زیر پل کالج، یک شرکتی زیر پوشه شرکتی در واقع 4 و 5 به اسم اودیو الکترونیک ما کار میکردیم، 20 نفر بودیم. اونجا جمع کردن و گفتن امروز تظاهراته و منو ممنوع الخروج کردن از خونه، گفتن چون تو عنصر کلیدی هستی، اگر از بین بری ما کسی رو نخواهیم داشت، چون تمام این سروداشون تا سالها رو شونه من سوار بود و هیچ کسی دیگه خلاصه این کاره نبود، چون من هم آهنگا رو، آهنگ ابتدایی رو میساختم با هارمونیکا، هم خلاصه یه ذوقی بود دیگه، در طول 20 سال این ورز خوردم، ولی من گوش نکردم. روزی که تظاهرات شروع شد اومدم از خونه بیرون و رفتم تظاهرات و خواستم چه خبره، و فردا که رفتیم یه نامه کوتاهی از مسعود رجوی اومده بود که یکی از بچه های مجاهدین به اسم مسعود عد که بسیار انسان شریفی بود و تو عملیات فروجاویدان جان باخت، اومد نامه کوتاهی از رجوی خوند، شما امروز تاریخ را ورق زدید، نقل به مضمون، به زودی نتایج آن آشکار خواهد شد. یه مرتبه 3-4 روز بعد مبارزه مسلحانه و تیمای عملیاتی و انفجار حزب جمهوری و بالکل ما در حقیقت شوک زده، حالا همه تو خونه‌های علنی دارن زندگی میکنن. من یادمه که با مهدی تقوایی که از بچه های زمان شاه بود، کسی که تو خونش رضا رضایی به سراغ حمله شد ساواک و اونجا کشته شد، رفتیم تو خونه یکی از نزدیکان خمینی که سمپات سازمان مجاهدین بود به اسم مهندس اشراقی که برادرش هم تو بخش سرود کار میکرد. یه ویلایی بود، ویلا مانندی در شمال شهر، با
و اونجا موندیم با سلاح و مسلسل و نارنجک و نمیدونم بند و بساط در حال انتظار. حالا همه انتظارشون اینه که واقعا دو روز دیگه، سه روز دیگه، پنج روز دیگه رژیم ثابت میشه، جنگ مسلحانه شروع شده. ما میموش جوان فارغ از اینکه یک طبقه اجتماعی نفع شده، طبقه خلاصه بورژوازی بالای وابسته که چندان پایگاه وسیعی هم نداشت تو خرده بورژوازی، یک طبقه اومده به اسم خرده بورژوازی شهری مذهبی که پایگاه بسیار عظیمی داره تو خونه های مردم. 6-7 میلیون رساله خمینی که مردم نماز و به قول معروف سماع و جماعشون رو با رساله آقا انجام میدن، مملکتی مذهب زده. و این ما مثلا نمیفهمیدیم، من 20 سال بعد فهمیدم چه خبره و چه هیولای وارد ایران شده و چه پایگاهی داشته و این مبارزه پیشرست بود، آوانتوریستی. هنوزم قبول نمی کنم بعد از 40 سال. به هر حال من یادمه که دنبال خونه می گشتم تو این فضا، پول زیادی من داده بودن که آقا باید خونه پیدا. حالا ما که از اعضای بالا بودیم و کلیدی اینجوری بودیم، وای به حال این بچه‌هایی که خیابونا رو پر کرده بودن، زیر پل‌ها می‌خوابیدن، تو نمی‌دونم قهوه خود دست دست دستگیر می‌شدن. اینا موقع دردناک و وحشتناک این دوره است. من با همسرم بارها رفتیم دنبال خونه، چون جامعه سیاسی شده بود. کسی که مسئول بنگا بود یه نگاهی می‌کرد میگه آقا این خونه به درد شما نمی‌خوره، قبلا اینجا لو رفته مثلا. سری تشخیص می‌داد که ما مجاهدیم یا فدایی هستیم یا خلاصه مخالفی. من پنهان نمی کنم که بگذار بگویند که بریده بوده، چنان زیر فشار. روزی 100-120 تا تیربارون صبح که ما رادیو رو باز می کردیم، امروز در مشهد 40 تا، در گرگان 10 نفر، در تهران 30 نفر، دسته دسته بچه ها تیربارون می شدن. و رژیم هم بالاخره، رژیمی که در حال جنگ با عراق، بهترین فرصت گیر آورده بود. میگن هاشمی رفسنجانی موقعی که شنید مبارزه مسلحانه شروع شده بشکن زده بود و گفته بود بردیم و خلاصه ضربه رو وارد کرد. تو این فضا و تیربارون ها من یادم واقعا یه بار کنار خیابون ایستاده بودم و با خودم فکر کردم اگه من دستگیر بشم و تیربارون بشم راحت میشم، برای اینکه یک بار سرگردانی، خب بالاخره ما تجربه مبارزه مسلحانه این تیپی رو که نداشتیم، نیست، یه جنگ چریکی حساب شده بود زمان شاه. ولی الان یه مرتبه جامعه ریخته به هم، هزاران نفر اومدن تو میدون. من یه بار یادم میگه تو خیابون شریعتی من رفته بودم یه کاری داشتم، اگر رژیم سر و ته این خیابون رو میبست 1000 تا مجاهد دستگیر میکرد، همشون آواره بودن تو خیابون. این نقاط تلخی است که هیچ موقع روش انگشت نمیذاره. تو این فضا نمونای واقعا جالبی، خیابونا کنترل شده. من یادمه که کارهای بعض وقتا ابلهانه، یه سری کتابهای سیاسی تو خونه این مهندس اشراقی بود که قرار شد ما اینا رو ببریم بیرون که مشکوک نباشه. حالا خونه‌ای که سلاح جسه و کلت و اینا نارنجک است، ما کتابا رو بار زدیم با برادر مهندس اشراقی، بردیم تو بلوار جلال آل احمد. بهتون بگم تمام جوب‌های این بلوار از کتاب‌های سیاسی پر بود، نشون دهنده وحشت مردم، ریخته بودن تو جوب رفته بودن. واقعا یه صحنه بود که آدم عکس می‌گرفت. ما کتابا رو انداختیم برگشتیم خونه، از دوستا پست بازرسی رد شدیم که این برادر مهندس اشراقی خب خیلی با هوشیاری، چون آدمی هم بود که فامیل خمینی بود دیگه، اومدیم خونه. جالبه که شب دیدیم صدای ترمز یه ماشینی جلوی خونه و بعد صدای چرخا بلند شد، فکر کردیم سپاه حمله کرده، سلاح به دست آماده شدیم. بعد دیدیم نه، یه چیزی انداختن جلوی خونه. رفتیم بیرون دیدیم، ما رفتیم دو تا کارتون کتاب بردیم، یکی اومده دو تا گونی کتاب سیاسی انداخته جلوی خونه ما، فرار کرد. یه صحنه‌ای عجیب تو این فضا بود که در حالی که واقعا نمیدونست، گاهی اوقات یه مسئولی میومد میگفت چند روز دیگه همه چی روشن میشه، یعنی انگار که رژیم داره سقوط میکنه. ولی یه روز اومدن سراغ من گفتن که تو باید بری کردستان، برای اینکه احمد شاهد بختیار بچهای تحریری قرار بره کردستان. همینجا میگم که
تا مبارزه اینطوری شروع شد، از قبلش با دکتر قاسم رو به حزب دموکرات کردستان که روابط مجاهدین بسیار خوب بود برنامه‌ریزی کرده بودن، رادیو مجاهد تو کردستان راه افتاد با فیستندی حزب دموکرات کردستان، یعنی خودشون نداشت، حزب کردستان بهشون پلاسه کمک بسون. گفتن تو باید کردستان و به جای احمد شادبختی، زیر احمد شادبختی پریروز سر قرار دستگیر شد و بردن تیر برمش کرد. احمد شادبختی یکی از بچه های قدیمی سازمان بود که همسرش هم پزشک بود و قبل از خودش دستگیر و تیربارون شده بود، بسیار اندوگین بود. چند روز بعد من فقط فرصت اینو پیدا کردم که همسرم رفته بود خرید، در خونه دست بهش دادم و گفتم خداحافظ اکرم، اگر همون ندیدیم دیگه حلال کن، و رفتم اون ترمینال نزدیک میدون شهیاد و گفتن یه نفری هواتو داره از بچه های کرد. من سوار اتوبوس شدم تا ماهاباد، اصلا نمیدونستم که ماهاباد میاد جوان 16-17 ساله‌ای به اسم کاخسرو اومد، گفت که دنبال من بیام. ما رفتیم خونه خواهر کاخسرو و در حقیقت از اینجا بود که من در حقیقت هنوز از ایران خارج نشدم، ولی سرآغاز و دیباچه رفتن به غربت بود. بسیار زیبا جناب اسماعیل وفا یغمایی تصویری بود از زندگی یک جوان کویری تا پایتخت ایران و جذبش به سازمان مجاهدین خلق در آن زمان. من از شما پروانه میخوام که دنباله این گفتگو با شما رو زیر عنوان پای سخن تبعیدیان ایران به جلسه بعد واگذاریم، و من با اجازه شما همینجا با شنوندگان و بینندگان این برنامه خداحافظی میکنم و ازشون دعوت میکنم که در هفته آینده دنباله این زندگی رو با هم بشنویم. بدرود تا هفته آینده.